درود بر شما همراهان عزیز سرانه. جمهوری اسلامی ایران ضمن به کارگیری دیپلماسی پویا و سازنده، ظاهرا گاوهای بی سابقه ابراهیم رئیسی بالاخره باعث شده اطرافیان و مشاورانش به فکر بیفتند و از او بخواهند تا دست کم به مناسبت سالگرد انقلاب 57 و در حضور مهمانان خارجی از روی کاغذ سخنرانی کند. شرایط فعلی نتیجه عهد شکنی امریکایی ها و بیعملی و بعضن همراهی برخی از دولت های متعهد با سیاست های اعمالی و بدور از حسن نیت واشنگتن بوده است. ابراهیم رئیسی به این توصیه عمل کرد و در بیشتر زمان های سخنرانیش از روی کاغذی که جلویش بود خواند، اما این کار هم باعث نشد که او گاف ندهد. همه می دانند جمهوری اسلامی ایران هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده است و همواره با جدیت و ابتکار عمل وارد میز مذاکره شدیم. وارد میز مذاکره شدن عبارت جالبی است که باید ثبت ملی و تاریخی شود. به نظر می رسد ابراهیم رئیسی خودش سخنرانیش را نوشته، چرا که بعید است کسی جز ابراهیم رئیسی بگوید ما وارد میز مذاکره شدیم. البته این تنها گاف جدید ابراهیم رئیسی در سخنرانی‌هایش به مناسبت سالگرد انقلاب 57 نبود. او در یک سخنرانی دیگر جمله‌ای را گفت که باید آن را بزرگترین گاف رئیسی تا به امروز قلمداد کرد. امت همواره در حال حرکت است، ایستا نیست. سومین عنصر، عنصر پویایی است. امت در حال شدن است. امت در حال شدن است. بسیاری از جمله امت در حال شدن است برداشت جنسی داشتند و آن را با تصاویری که قابل انتشار نیست میکس کردند. برخی گفتند تنها حرف راست و درستی که از دهان ابراهیم رئیسی بیرون آمده همین جمله است و به خوبی وضعیت امروز مردم ایران را تحت فشارهای گسترده اقتصادی نشان میدهد. آن هم پس از 43 سال وعده و وعید مبنی بر آن که هم دنیایتان را آباد میکنیم و هم آخرتتان را. وعده ای که تو خالی بودن آن را این عکس به خوبی اثبات میکند. عکسی از یک بنر تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی به مناسبت 22 بهمن درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی با تصاویری از خمینی، خامنه‌ای و قاسم سلیمانی. در این بنر که بر طبق اظهارات علی خامنه‌ای تهیه شده، از استقلال در تصمیم گیری و حفظ تمامیت ارضی، رشد علمی، صنعتی و پیشرفت فوق‌العاده در زمینه هسته‌ای، پیشرفت در معنویات و گسترش برخورداری‌های عمومی و امکانات مادی در مقایسه با پیش از انقلاب و کشورهای همتراز به عنوان دستاوردهای حکومت جمهوری اسلامی یاد شده. اما دو کودک زباله‌گرد گونی به دوش که در حال عبور از کنار این بنر هستند به خوبی ثابت می‌کنند که محتوای بنر چیزی نیست جز شعار پوچ و توخالی. اساساً اینکه حکومت جمهوری اسلامی پس از 43 سال مجبور است در خیابان‌های شهرهای مختلف با آویزان کردن بنرهای چند متری به مردم حالی کند که دستاوردهای فراوانی داشته، نشان می‌دهد حکومت از نظر مشروعیت در ته دره است و اکثریت مردم آن را قبول ندارند و با آن همراه نیستند. تصاویر منتشر شده از خیابان‌های خالی در روز 22 بهمن این موضوع را به خوبی به اثبات می‌رساند. یعنی کل هارت و پورت و نمی‌دونم کل ادعایی که دارن با 4 تا ماشین تموم شده است. اینجا استحوان استان فارس، این سر و صدا خودشون فقط بوده و 4 تا ماشین که بود تو ترافیک گیر کرده بودن. فجر 43 بر همه شما مبارک باشه انشالله. اینجا خیابان اردبیل، خیابان امام اردبیل هستش. برف و بوران، سرما و گرما، پیاده یا سواره فرقی نمی کند. مردم غیور استان اردبیل همچون همیشه در زیر دمای 15 درجه زیر صفر و این نعمت الهی با حضور گرمشان حماسه‌ای دیگر آفریدند. درود بر شما.
کار به جایی رسیده که حتی بسیجیان هم مراسم 22 بهمن را به تمسخر گرفتند و از این مناسبت برای شوخی و خنده استفاده می کنند. آمریکا پیام هر بسیجی حمله به ساندویچی، پیام هر بسیجی حمله به ساندویچی، پیام هر بسیجی آقا سخنرانی کن دوباره. شما دیگه ببخشید، معذرت میخوام. البته حکومت جمهوری اسلامی از تمام و آخرین ابزارهایش استفاده میکند تا ثابت کند همچنان مشروعیت دارد و همچنان مردم پشتش ایستادند. استفاده از دخترانی که از دید حکومت بعد حجاب محسوب میشوند و شایسته مجازات هستند از جمله شیوه های حکومت جمهوری اسلامی برای اثبات مشروعیت خود است. مسیح جان سلام. روز 22 بهمن 1400 لابلای جمعیت هستم و اومدم بگم که من دوست ندارم با روسری راه برم. میخوام روسری رو در بیارم به جاش پرچم ایرانم رو، پرچمی که عشقش تو قلبمه، تو خونمه. میخوام با این راه برم به عشق شهدا، به عشق رهبرم سید علی، به عشق حاج قاسم و بگم مرگ بر آمریکا، پاینده باد ایران. اما در مقابل هر روز بر تعداد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که خطرات ابراز مخالفت با حکومت را به جان می‌خرند افسوده می‌شود. دهه فجر روزی است که شورشیان پنجاب به نام اسلام ایران رو به خاکستر تبدیل کردن و شروع کردن به قتل و غارت. مگر قبل از شورش 57 مساجد و غیره برگزار نمی‌شد؟ ارتش شاهنشاهی رو کشتن، آزادی زنان رو گرفتن. در حکومت علی خامنه‌ای زنان هیچ جایگاهی ندارن. خمینی جلاد از همان روزی که وارد ایران شد اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی رو شروع کرد. گروگانگیری سفارت آمریکا یا ترور کسانی که بعد از شورش 57 ایران رو ترک کردن. جمهوری اسلامی به اسم دین ولی به خاطر منافع خودشون هم مردم ایران رو کشتن، هم ترور در خاورمیانه رو گسترش دادن. اگر حکومت علی خامنه‌ای برحق بود، هیچ وقت پایه‌های حکومتش رو با خون ملت آبیاری نمی‌کرد و مستعمره هیچ کشوری نمی‌شد. اون روز میرسد که کشور ایران دست دوستی با همسایگان و آمریکا و اسرائیل بدهد. زنده باد انسانیت. سپاس از شما. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، روی کلید جوین که زیر ویدیو هست کلیک کنین. در ضمن حتما سابسکرایب کنین و لینک مطالب ما رو برای دیگران هم ارسال کنین. ممنون از لطف شما.